خیلی خوب، بحث امروز در مورد چوگی شکجا به تبتی به معنای در واقع مهرهای دارما هستش. در واقع یا میتونیم بگیم سیلز آف دارما، فور سیلز آف دارما، چهار مهر مخصوص دارما که حتما کسی که داره واجرایانا رو در واقع تمرین میکنه اگر نتونه این چهار مهر رو در ذهن خودش حلاجی بکنه و به اونا مسلط باشه و به صورت آنالیتیک و تحلیلی اونا رو مورد بررسی قرار نده در مراقبه و مدیتیشن خودش، دوا یا نظر یا ویو یا نگاه درستی نخواهد داشت. دوا کلمه در زبان تبتی به معنای نظر و نگاه. یک دوای درست، یک پو درست، یک پو دوا، دوای درست، دوای راست و حقیقت تشکیل شده از این چهار شکچا یا چهار مهر. خب اولین مهر خیلی راحته، ما در چهار حقیقت شریف قبلا اونها رو مورد بررسی قرار دادیم، در واقع ادبیات ماهایانا هم ما اونها رو داشتیم. مهر اول اینه که تمام چیزهای مرکب ناپایدارند. نه، هر چیزی که در واقع خودش به تنهایی نمیتونه ماهیت داشته باشه و هویت داشته باشه و در کنار چیزهای دیگه هستش که هویت خودش رو به دست میاره، اون رو ما بهش میگیم مرکب. و خب وقتی چیزی مرکب هستش و از خودش سلف نداره، خود نداره، از خودش طبیعت و ذات قائم نداره، قائم به ذات نیست، و اون چیز مرکب هستش و چیزی که مرکب هست ناخالص هستش و پس تمام چیزهایی که مرکب هستن ناپایدار هستن. دومین شکجا، دومین مهر در واجرایانا اینه که همه پدیده ها خالی از خود هستن. ادامه همین بحث هستش که همه پدیده ها ذات قائم به خودشون رو ندارن و همه این پدیده ها یا دارما ها، یکی از معانی دیگه دارما میتونه در واقع همین پدیده باشه، فنامنا. تمام این فنامنا ها، تمام این پدیده ها خالی از خود، سلف هستند. شاکجای بعدی در واقع این هستش که تمام پدیده های مرکب رنج هستند. یعنی هر پدیده‌ای که سلف نداشته باشه و خود نداشته باشه، که تمام دارماها همینطور هستن، در نتیجه منتج به رنج میشن. شاکجای بعدی یا شاکجای چهارم اینه که خب آگاهی در واقع صلحیه که ورای مفهومه و ما از این دوگانگی یا دوالیتی و سنویت ما خارج میشیم و اونجاست که در واقع در شخص اون انلایتنمنت یا آگاهی صورت میگیره و شخص میتونه بگه که رها شده از رنج. که خب حالا بحث در واقع رهایی از کوروا، کوروا یعنی همون سمسارا یا چرخه تناسخ، و رسیدن به نیروانا که نیروانا رو میشه گفت ناندا، رسیدن به ناندا و رهایی از کوروا در واقع نتیجه مراقبه تحلیلی و درست اون سه مهر اولیه است. حالا به ترتیب باز من میگم: تمام چیزها مرکب و ناپایدارن، تمام پدیده های مرکب و آلوده در واقع میتونیم بگیم بهشون رنج هستن، سوم همه پدیده ها خالی از خود هستند، و چهارم که منتج میشه به آگاهی و انلایتنمنت یا بوداگی، حالا اگر بخوایم فارسی ترجمهش بکنیم بوداگی. و خب این در واقع تمرکز بر روی اینها به دوای درست، یک پو دوا، دوای نظر درست و نگاه درست منتج میشه. اما خب این بحث در واقع ناپایداری که به تبتی بهش مرتکپا میگن، مرتکپا یعنی ناپایداری، بسیار مهم هستش که ما بتونیم روی اون تمرکز داشته باشیم. تا اونجا که حالا گفته شده دلیل رنج ندانستن ذات ناپایدار دنیاست، با دانستن ناپایداری جهان رنج به شادی تبدیل میشه.
و پذیرش ذات ناپایداری یا پذیرش مرتاکپا در واقع منتج میشه به یک دعوای درست، یک نظر درست، و با مدیتیشن تحلیلی ما میتونیم مرتاکپا رو در واقع تحلیلش بکنیم و اون رو هضمش بکنیم و به خرد خودمون بیافزاییم. یکی از راههایی که توی مراقبه خب صحبت میشه و بسیار راه ساده و آسانی هستش برای تمام کسی که رهرو در واقع واجرایانا هستن، تمرکز بر دم و بازدم هستش. یعنی وقتی که روی دم خودمون داریم تمرکز میکنیم، باید به ناپایداری دنیا بیاندیشیم و تحلیل کنیم که این در واقع دوام تغییر همیشه وجود داره، همیشه همه چیز در حال استحاله و دگرگونی و از حالی به حال دیگر شدنه. این وقتی که دم رو داریم انجام میدیم، باید حتما به صورت تحلیلی به این قضیه تمرکز داشته باشیم و بعد بازدم رو به آرامی انجام میدیم، مثل زندگی که داره میره و در واقع همه چیز همین تغییر هستش و ما این در واقع ناپایداری دنیا رو و رها شدن اون رو و استحاله و دگرگونی رو باز به طریق دیگری در بازدم خودمون با رها شدن از اون و با در واقع تفکری که اول روی دم کردیم به ناپایداری و با بازدم خودمون رها میکنیم این طرز تفکر رو که دنیا پایداره. و خب در واقع بین این دم و بازدم یک توقف کوتاهی است. حالا اون توقف کوتاه رو شاید بتونیم تعبیری از همون زندگی که الان ما داریم در واقع بین این دو باردو یا بین این دو موقعیت تفسیر بکنیم. و سپس بعد از اینکه این قضیه اتفاق افتاد و تنفس کردیم، سپس به آرامش میرسیم. در ریلکسیشن و آرامش خیلی خاص و تمرکز سعی میکنیم که هر فکری رو محوش بکنیم و رها کنیم خودمون رو، قوطه‌ور بکنیم خودمون رو در این آگاهی. و خب این مدیتیشن بسیار ساده هستش که برای هر کسی قابلیت اجرا رو داره. در شاکچای دوم یا مهر دوم، این که تمام چیزها آلوده و مرکب هستن و ناخالصن، میتونیم بگیم که خب خود جهل، ندونستن و خودخواهی و وابستگی در واقع سه تا سم خیلی بزرگ هستن که این توهم رو در ما ایجاد میکنن که تمام چیزهای دنیا در واقع پالوده، پاک هستن، خالص هستن و از خودشون هویت دارن، در صورتی که چنین چیزی نیست. و این رو فقط یک ذهن دوگانه، یک ذهنی که در واقع در ناراستی و در نظر نادرست اسیر شده میتونه اینجوری فکر بکنه، چون این ذهن ذات چیزها رو نسبی دریافت میکنه و در واقع این رو از روی جهل و خودخواهی و اتچمنت یا همون وابستگی هستش که برداشت میکنه. یک ذهن دوگانه است، ذهنی که به سنویت چسبیده و خب بین ترس و امید همیشه در حال استحاله و دگرگونیه و برای همین میتونیم بگیم که همون دل یک دل کردن شاید توی عرفان و صوفیگری خودمون بتونه خیلی تفسیر خوبی باشه که واقعا بعضی از افراد این توانی رو ندارن که دل یک دل بکنن و بین ترس و امید و بین خوف و رجا همیشه این بین این دوتا در حال بالا پایین شدن هستن. و اینکه تمام این دنیا از همین در واقع نسبیت تبعیت میکنه و خب ما نباید توی این سنویت اسیر باشیم و مطلق بپنداریم دنیا رو که رنجمون افزون میشه. هرچون ما با عاطفه خودمون، با عواطف منفیمون میسازیم، مثلا با عواطفمون هر چیزی رو میسازیم، در نهایت رنجه و دردآوره. تمام عواطف دردن چون توشون دوگانگی است. بین سوژه و ابژه در واقع هیچ فاصله ای نیست و این باز اشاره میکنه به دومین حقیقت شریف
که همون دلیل رنج هست. حالا اولی رنج هست و دومی دلیل رنجه. وقتی دنبال دلیل رنج میریم، ما میبینیم که رنج ما به دلیل وابستگی هایی که داریم که در نهایت منتج به رنج میشه. دو تا واژه هستش در زبان تبتی که خیلی مهم هستش، که جاوان و راوان، که اصلا خیلی عجیبه که بدونین که جاوان به معنای در واقع غم و اندوه هستش، و اگر بخوایم اون رو بازش بکنیم، لغات هیچ کدوم به زبان فارسی یا به زبان انگلیسی نمیتونه گویا باشه، اما بسیار مفهومی و بسیار زیبا تفسیر میکنه در واقع غم رو. وقتی میگه جاو وان، وان به معنی قدرت هست، جاو به معنی آدر یعنی دیگری یا کس دیگر هستش، یعنی قدرت دست کسی دیگه ایه، قدرت دست عوامل دیگه ایه. وقتی ما خودمون نمیتونیم محیط اطراف خودمون رو کنترل بکنیم و از در واقع کنترل ما خارج هستش و جاو داره اون رو کنترل میکنه، دیگران دارن اون رو کنترل میکنن، اینجاست که ما احساس در واقع بیقراری و غم و اندوه میکنیم. و دیگری که شادی هستش راوان هستش، راو به معنای سلف و خوده، و زمانی که قدرت دست خودمونه و وقتی چیزا تحت کنترل ما هستش در واقع راو هستش، و راوان دیگه خب همه چی درسته و دست خودمونه. زندگی در واقع جاوان هست، یعنی در کل کنترل دست ما نیست، خیلی از عوامل هستش که دست ما نیست و داره زندگی ما رو کنترل میکنه، مثل کارما، مثل عادات شرطی شدگی هایی که داریم، مثل عواطفمون، و در واقع از همه مهمات زمانی رها میشیم که ما از هر دو جاوان و راوان رها بشیم، و خب این یه مرحله بسیار بالایی هستش در عرفان و در صوفیگری ما هم به اون خیلی اشاره شده. خب در ادبیات واجرایانا، مهایانا، تانترایانا، بودیساتوایانا اشاره به این قضیه شده که ادعا هستش که خب میتونه با این تمرینات اون رهرو رو و اون سالک رو از غم رها بکنه، از رنج رها بکنه، از دوکا یا از رنج در واقع رها بکنه، و خب این تردید خیلی در بین مردم هستش که آیا یک چنین چیزی امکان داره که ما بتونیم از رنج با انجام در واقع چودارماها بتونیم این کار رو انجام بدیم، یا شدنی است اصلا یا نه. و خب در نهایت میشه گفتش که ما باید از خلق کردن این عواطف منفی دوری بکنیم، و هر چیزی که تحت تاثیر عواطف منفیمون باشه باید بدونیم که آلوده است. ما باید رنج رو به عنوان رنج بشناسیم، و هر کس بخواد از در واقع سمسارا یا از چرخه تناسخ در از دید فلسفه مهایانا رها بشه، باید اول رنج رو بشناسه و بعد از رنج دوری بکنه، یعنی دلیل اینکه یک رنجی خلق میشه رو در واقع ایگنور بکنه یا نسبت بهش بی‌تفاوت باشه یا اون رو انجام نده. و این برمیگرده به دومین حقیقت شریف، خلق نکردن رنج. حالا بعضی موقع ما داریم رنج میکشیم و راهی نیست غیر از اینکه اون رنج رو بپذیریم، و خود همین پذیرش رنج با صبر بسیار مهم استش و بسیار در واقع نصیحت شده و توصیه شده که اگر رنجی رو هم داریم ما اون نباید بزرگ نمایی بکنیم و اون رنج رو باید بپذیریم. و به میگن دومبر لامبرچه، یعنی دومبر یعنی رنج، لامبرچه یعنی اینکه ما از رنجمون استفاده انرژیک بکنیم، یعنی همین رنج رو حتی به عنوان یک موقعیت برای تمرین دارما، برای تمرینات در واقع خودمون از رنج استفاده بکنیم، مثل یک بنزین حتی میشه این رنج رو هم ازش استفاده مثبت کرده برای اینکه بتونیم پیشرفت بکنیم. پس دومبر لامبروچه بسیار در واقع اصل مهمی هستش در زبان تبتی. دومبر لامبروچه یعنی ما دومبر اون رنج رو لامبروچه به کار میبریم در طریقتمون، به دوش میکشیم، میاریمش تو ماجرا و ازش استفاده مثبت میکنیم. و زمانی هم که شاد هستیم و در واقع داریم توی راوان سیر میکنیم، بعد این راوان رو یا این شادی رو ددیکیت کنیم یا اهدا بکنیم، اون رو ایثار بکنیم به تمام کسانی که در دنیا دارن رنج میکشن. یعنی حتی این شادیه رو هم نباید برای خودمون نگه داریم، باید اون رو با تمرین بودیچیتا که همون تمرین شفقت هستش، باید این رو اهدا بکنیم به دیگران و در واقع بذاریم که این
شادی به رنج دیگران هم پایان بده. و خب خیلی به اعتماد به نفس و اینکه به خودمون موتیویشن و انگیزه بدیم در زمانی که داریم این تمرین رو انجام میدیم اشاره شده. یعنی اینکه اگر ما دلگرمی به خودمون ندیم که این راه رو ادامه بدیم و اگر با این طریق با مراقبه بر روی این قضیه به راهمون ادامه بدیم به در واقع رهایی میرسیم، اگر به این فکر نکنیم و خب از اول بزرگ نمایی بکنیم رنجمون رو، یک اصلی هستش که حتی چیزای خوب هم اون وقت ما رو خوشحال نمیکنه. یعنی دیگه اینقدر ابسشن یا وسواس ما زیاد میشه که حتی چیزهای خوب هم میتونه به رنج تعبیه و تعبیر بشه و ما نتونیم این کارو بکنیم. خب صبر کلید پذیرش رنج در آیین بودیسم و خیلی بهش اشاره میشه. و دومبر لامچر هم که بهش اشاره شد که استفاده مثبت از رنج یا حتی شادی مثل یک بنزینی که در واقع ترمیناتمون ازش استفاده میکنیم. خب در واقع ادبیات ماهایانا و جوقچن ها که حالا در مورد جوقچن ها ان‌شاءالله بعد صحبت خواهیم کرد، بحث تصویر سازی ویژوالیزیشن بسیار مهمه. یعنی این یک نوع تلقین ذهنی هستش و ما خالق دنیای خودمون هستیم و با افکار مثبت ما میتونیم در واقع سطح ذهنی خودمون رو، مودمون رو، خلقمون رو تغییر بدیم. یکی از تمرینایی که ما میتونیم هر روز برای در واقع از بین بردن رنج انجام بدیم اینه که هر روز صبح که تو رخت خواب از خواب بلند میشیم و یک روز فرش و تازه رو شروع میکنیم و شاد هستیم، بتونیم این در همون لحظه با بودیچیتا و تمرین شفقت این شادی رو تقدیم به تمام رنج دیدگان دنیا بکنیم و برای خودمون نگرش نداریم و اینو ددیکیت بکنیم، ایثارش بکنیم. یا تمرین دیگه اینه که توی مدیتیشن بتونیم تصور کنیم خود نورانیمون رو، یا حالا استاد خودمون رو، یا یک آدم روحانی رو که بهش اعتقاد داریم و خب اقتدا میکنیم بهش، حالا توی مکتب خودمون، منسک خودمون، حالا یک بودایی میتونه بودا رو تصور بکنه، یک کسی میتونه معلم در واقع روحانی خودش رو تصور بکنه، پیر خودش رو، یا حتی خود روحانی خودتون رو در مقابل خودتون تصور بکنین که نشسته و داره نور بسیار زیادی ازش ساطع میشه و شما در همون حالت مدیتیتیو و در واقع مراقبه ای که نشستین اون نور رو با تمام وجودتون دریافت میکنین و این نور که داره از اون موجود آگاه و از اون موجود در واقع روحانی میاد در وجود شما یا از خود روحانی خودتون میاد در وجود شما حل میشه و این نور التیام بخش تمام اون رنجیه که شما در وجودتون دارین و به شما صبر عطا میکنه و رنج شما رو در واقع به خودتون میشناسونه و میبینین که ماهیتی نداره و در واقع اون سنویتی که در ذهن شما اتفاق افتاده و اون نگاه سختگیرانه‌ای رو که نسبت به دنیا شما دارین از بین میبره و شما دیزولو میشین در این نور، حل میشین و بعد وقتی خودتون یک موجود روحانی میشین و با دم و بازدمی که دارین انجام میدین و به این تصور میکنین که تمام وجودتون رو در واقع این وجود روحانی گرفته و این نور گرفته، حالا این در واقع وجود نورانی رو پخش میکنین به اطرافتون و رنج محیط اطرافتون و جهانیان خودتون رو کم میکنین و به اونها هم در واقع این آگاهی و این لایتنمنت رو، سهمی رو بهشون میدین. و خب سعی میکنین در نوع نشستتون هم جوری باشین که احساس رو در واقع خستگی نکنین و هر زمان که احساس خستگی کردین از یک ذکر یا مانترا که بهش اعتقاد دارین و خوشتون میاد میتونین استفاده بکنین و اون پوستچر بدنتون و حالت بدنتون رو اگر درد چیزی دارین رو میتونین با گفتن این در واقع مانترا یا ذکر آروم کنین. حالا اونایی که در واقع تو واجرایانا هستن نامو بودایا میگن، میتونین شما یا حق بگین، میتونین شما هر چیزی که فکر میکنه آرومتون میکنه. اینا تلقینای ذهنی هستش که در مایندفولنس خصوصا در روانشناسی خیلی از این استفاده میشه، در روانشناسی نوین و بسیار کار هستش. خب الان یک گزیده بود در مورد شاکچه ها، مهرها من تا اینجا گفتم، میشه رو بقیه بحث رو هم در پارت بعدی شروع میکنی و با همگه صحبت میکنی.